ما رسیدیم به اینکه طهمورث یا طهمورث چگونه دیوان در بند کرد، دیوان که می‌دونیم تازیان رو. این برمیگرده به 10-11 هزار سال پیش. ما امشب می‌خوایم باز کنیم چرا جمشید در دوران جمشید از حدود 11305 از 10605 تا 11305 سال پیش، اینا رو اگر ما کدام کد مبدا رو از این تولد عیسی بی سی و ای دی از این مزخرف بیرون بیاریم، در حدود 8000 سال پیش از کوروش بزرگ چگونه جمشید پدیس بر زمین رو، جمشید بیاری فر آریای ایرانی به یاری مردمان. فراموش نکنیم که اینجا میخوایم بگیم که امروز میخوایم بگیم که جمشید که بود، جمشید نماینده جمع یا بردار فر مردمان. چه مردمانی؟ مردمانی که تا حالا براتون باز کردیم در برنامه‌های پیشین که رسیدیم به طهمورث و دوران جمشیدی امروز میرسیم، مردمانی که شهرنشینی آزاده یا آریایی رو روی زمین پایگذاری کردن، نه کدام کد تمدن بردهداری و آدمخوری و تجاوز و خرمردرندی رو که از سومریان 5000 سال پیش کدام کد شروع شد. خب پس به جمشید که دست ببریم و نگاه کنیم، میبینیم که اون چیزی که غرب بالاخره بعد از کدام کد علمی شدن فلسفه و رسیدن به هگل و در از پس از هگل رسیدن به مارکس و انگلس، کدام کد فلسفه علمی شد و با تاریخ به اصطلاح پیوند پیدا کرد و دیالکتیک شد شیوه تفکر انسان دانشپایه یا انسان علمی غربی، چگونه اون چیزی رو که در غرب پایه تفکر علمی غرب نامیده میشه یا پایه فلسفه علمی غرب نامیده میشه، یعنی مارکسیسم، برگرفته از شیوه تولید جمشیدی یا شیوه تولید آریایی. خب آیا به اون دقت و به اون بزرگی هست؟ به نگر من نیست، برای اینکه بخش عمده این تفکر چپ رفت به چپ کدام کد خیالی، و ما حالا براتون باز میکنیم که چپ های خیالی چند نوعن. نوع به اصطلاح کمونی اسرائیلیش رو باز میکنیم، توطئه‌گرانش رو باز میکنیم، نوع کمونیست اسرائیلی به اصطلاح کمون های اولیه اسرائیل 1948 به اصطلاح این چیزا پایگذاری کردن، اینایی که به خودشون میگن چیزن مالون کوهن، از زیونه مال کوه زیونه زیونیست، و انواع دیگر نوع چینی و روسی و چیزشو که شانسی، نوع روسیش که به خصوص شانسی نداشت، برای اینکه با اینکه تونست یه دوره موفق بشه ولی و کار و دستاورده خیلی بالایی داشته، ولی هیچ شانسی در قرن بیستم نداشت، برای اینکه سرمایه آدم خوران جهانی که چند هزار سال سرمایه جهان رو خورده بودن و به اصطلاح جمع کرده بودن و بانک های به اصطلاح کدام کد یهودی و غیره و غیره، چگونه اقتصاد جهان رو خفه کرده بودن. ما میبینیم امروز اگه یک کشوری رو کدام کد به اصطلاح تحریم بکنن چطور نابود داغون میشه، و اون زمان چگونه اینا تونستن سرمایه های چند هزار ساله رو به کار بندازن که بالاخره اون تجربه نوع روسیش رو به شکست بدن، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، سیاسی هم که چون در مقابل تمام نیروهای اولیگارشی مالی جهانی بود هیچ شانسی نداشت و مجبور شد خودش رو ببنده و اون بستن تبدیل شد به یک نوع دیکتاتوری استالینی که خلاصه نتیجه شو خیلی ها میدونم، اما باز نشده. ما در جای خودش باید به اون بازگردیم که این پدیده سوسیالیست در قرن بیستم یا کمونیست در قرن بیستم چرا در اون قرن شکست خورد و چرا تنها راه بشر، آزادی بشر، شیوه تولید آریایی یا شیوه تولید جمشیدی یا شیوه تولید
تقسیم کار و مردم سالاری، نه دموکراسی. دموکراسی، دموکراسی که ارسطوی یهود خائن به اصطلاح پایگذاری کرد، دموس یا مردمان، صاحبان برده یهود بودند که یونان رو تحت تسلط اقتصادی و سیاسی و کدام کد زده فرهنگی و خودشون داشتن، چون فرهنگ یونان هم کدام کد از همون فرهنگ تورات میاد. اگه نگاه کنین همه چیزش یکیه، با شیوه های نوعی که رفته بود به وسیله هومر و هسیود به یونان. یونان بعد. خب حالا بگذاریم اون، از اون ماجرا بگذاریم، برگردیم که شیوه تولید آریایی یا شیوه تولید تقسیم کار و بخش بندی کار و مردم سالاری، نه دموکراسی یعنی کراسی، حکومت دموس ها یعنی صاحبان برده، دموس یعنی مردم، ولی مردم موقعی که باز میکنه ارسطو میبینیم که میگه صاحبان بردگان، مردمان، بقیه دون صفتان و به اصطلاح آشکال ها هستن، اون 1% یا 1/1000 که صاحبان بردن اونا دموسن، کراسی اونها، حکومت اونها باید برقرار بشه تا دنیای بسیار زیبایی در غرب ساخته بشه که الان میبینیم در غرب ساخته شد، کاملا ساخته شده. اما 1% که الان 99% در علیه دقیقاً. حالا اون سیستم هم به زودی برخواهد افتاد، کارش به آخر کار رسیده. خوب دوستان دقت کنید، این یک دیدگاه نوعی خواهید دید که چه قبول افتاده چه در نظر آید، فرق نمیکنه. به نگر آید. پس ما بعد از اون که تازیان رو در دوران طهمورث، ما تازیان رو از همون 12000 سال پیش باید مرتب میبستیم و تجاوزشون رو به مردم جلوشون میگرفتیم، ولی جمشید کار جدیدی میکنه، تازیان رو به کار وامی داره، به اون جایی که اشاره میکنه که دیوان رو یادشون میده چطور خش بسازن، چطور خانه بسازن و هندسی، نقش هندسی درست بکنن، به کار میگیرتشون، یا همون کاری که امروز توی دلینکوئنت جوونایلا میکنن، یعنی بچه های اهریمن صفت رو، ناخلف اهریمن صفت رو میبرن توی یه سری کمپ ها و بهشون کار یاد میدن تو آمریکا و تو اروپا، که اونا با کار یاد گرفتن از تازیگری و بیشرافتی دست بردارن. خب حالا میبینیم که این از کجا میاد. پادشاهی، این سر تیترایی که توی کتابای فردوسی هست اکثرا به وسیله ملاها و یهودی ها و این آشغال نویس ها نوشته شده، اکثر حدیثی بزرگوار سر تیتری نداشته به جز به جاهای خیلی کم و خاص به دلایل خاص. این سر تیترایی که توی هر شاهنامه میبینین اینها کاملا مزخرف، including this one، از جمله این، این میگه که جمشید، پادشاهی جمشید 70 سال بود، که خب در اصل باید گفت دوران جمشیدی 700 سال بود. این دورانی که اون دوران جمشیدها، اونهایی که این شیوه تولید آریایی یا مردم سالاری یا تقسیم کار یا کدنکار سوسیالیسم و نوع کمونهای زنده و آزاد، نه کمونهای مرده غرب، حالا براتون میگم، یا چیزایی که در قرن 20 آزمایش شد در چین و روسیه و غیره بره. نه اونها. خب پس در این 700 سال که دقیقا میشه محاسبه کرد تو این دوران، اینا رو آنایتا از نظر کیهانشناسی، ستاره شناسی و سالبندی محاسبه کرده که پیش از این گفتیم و در این برنامه اینا رو بازگاد کرد. برای همینجا اگه نگاه کنید همین آخر جمشید یه 300 سال رو نام میبره که 300 سال کار همی رفت. بعد از اون به سایه دوران نمیدونم 400 و اندی ساله و یک دوران 50 ساله از یک 300 ساله برحال گفتمان میشه. اینها رو به تکست های پهلوی هم باید مراجعه کرد که پردیسی بزرگوار از همون تکست هم استفاده کرده بود و تکست هایی که پنهان کرده بودیم از دست تازیان یهود و عرب و غیره و غیره، متون پهلوی. خب پس اینجوری شروع میشه دوران 700 ساله جمشیدی. بدان راز بد دست کود پس از مردن طهمورث پدر او، میگه بدن را زبد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم، نخست آلت جنگ را دست برد، در نام جستن به گردان سپرد.
چرا آلت جنگ رو اول دست میبری؟ آقای جمشید جریان چیه؟ آها، ما در دوران های تهمورث و در دوران هوشنگ میبینیم که آهن رو ذوب کردیم در نزدیک 12000 سال پیش و از اون چی ساختیم؟ گاواهن رو ابزار سازی کردیم. خب ما داریم تولید آریایی رو پایگذاری میکنیم. تازیان چه میکنند؟ حمله میکنند و نابود میکنند و میسوزند و میدوزند و میبرند. مشخصا نتوفیان ها، نتوفیان های آن زمان، و ما در شمالمون هم اقوام تازی رو داشتیم، در غربمون هم که همون به اصطلاح پدران همین یهودی ها و عرب ها و ترکان، به اصطلاح ترکان اجنبی، نه ترک زبانان خودمون. فراوان، تازی فراوان است، مثل چیز ریخته، حالا نمیگم مثل چیز. به هر حال در دوران جمشیدی ما از تولید گاواهن و ابزارسازی مجبور میشیم برای دفاع یا برای پدافند از سرزمین آریا و مردمان آزاده دست به چی ببریم؟ به ساختن ابزار جنگ بکنیم، رزمافزار. همون که در یسناها میگه که در مقابل دشمن تازی زشت خونخوار رزمافزار برگیر، و اینو چندین دفعه تکرار میکنه و باز میکنه. چرا باید رزمافزار برگیرید؟ داشته باشید همیشه و برگیرید، آماده باشید برای حمله. چون در لحظاتی که نفوذ کردن و از درون ما رو شکست دادن با ستونهای پنجمش که داشتن، تونستن این رزمافزار رو از دست ما بگیرن و این گونه ما رو پیش خیلی خودشون خار بدارن که امروز ایران رو به این مخروبه باز هم به ذهن مریض خودشون تبدیل کرده باشن. خب پس نخست حالت جنگ را دست برد، در نام جستن به گردان سپرد. یه تقسیم کار برید نام رو بجویید و ننگ رو پاک کنید، دلاوری و بله پهلوانی رو دست نگذارید که این دستاورد انسانی که پس از 200000 سال که هوموسیپینس روی زمین بوده و پس از 4 میلیارد سال فراپویش روی زمین و پس از 13.7 میلیارد سال مهبانگ و ما داریم رسیدیم به جایی که انسان به شهرنشینی یا به فر کیی که حالا میگه بین دست یافته. پس باید ازش دفاع کرد، باید پدافند کرد، چاره دیگری نیست. به فر کیی نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. آهنی که ما پیش از این نرم کرده بودیم در زمان هوشنگ، یعنی ذوب کرده بودیم، از دل سنگ بیرون آورده بودیم، و این کار ساده ای نیست. شما سعی کنید امروز با تکنولوژی امروزی که هست تو منزلتون این کار بکنید ببینید میتونید، یا حتی یه شهر به هم بشن ببینم میتونن امروز این کار بکنن. باید سیستم پیچیده کامل پیچیده باشه که این کار انجام بشه. حالا میرسیم که چگونه و چقدر این پیشرفته تر از این بوده که فقط آهن باشه. بعد به طلا و نقره میرسیم. پس از این آهن خود، یعنی کلا خود، زره، جوشن و زره و چون جوشن ها و جوشن ساخت. چو خفتان و چون در و برگستوان، همه کرد پیدا به روشن روان. به روشن روانی راه ساختن اینها رو پیدا کرد، خفتان و برگستوان و در. بعد این اندرون سال 50 رنج ببرد و از این ساز بنهاد گنج. از این ساز، از این ساخت و ساز، ساخت و ساز تکنولوژیک، اون گنج لازم برای فر آریایی و برای ادامه راه آزادگی. دیگر پنجه اندیشه جامه کرد، که پوشند هنگام جنگ و نبرد. زکتان و ابریشم و موی و قز، قصب کرد پرمایه دیبا و خز. قصب کرد این دیبا و خزها رو. قصب کرد یعنی چی؟ یعنی قصب تا قصب رو میپوشونده. اینقدر تولید پیشرفته و فراوانی از تولید. چرا؟ چون بعدن میگه چون انسان رهبر خودش بود. انسان توی کمون های اولیه همکاری، توی کامیونیتی آف
کامیونیتی آف پیپل که با هم همکاری میکنن. خب پس قصب قصب ما چی کردیم؟ پرمایه دیبا و خز بیاموختشان رشتن و تافتن، به تارن درون نه تارپود رو به هم بافتن، چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن، چو این کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه بدو شاد و اونیز شاد. تقسیم کار ستپ بای ستپ، قدم به قدم ساختن یک جامعه پیچیده شهرسازی تولیدی که انسان ها بتونن در کنار هم جمع بشن، به جای اینکه هر کسی مثل تنهایی بره دنبال مثلا مشکلاتش که سخته، این سیستمی که انسان ها همکاری بکنن، اینم به اون علتی که بهش میگن کامیونیتی. خب پس این انجام که شد ساز دیگر نهاد، یک شروع به فکر دیگری کرد، ساختن دیگری کرد، زمانه بدو شاد و اونیز شاد. پس هدف چیه؟ فراموش نکنید باز شادیه. اینو چندین دفعه پیش از این هم در این چند صفحه‌ای که ما در فردوسی جلو رفتیم، زمانه بدو شاد و اونیز شاد. زهر پیشه ور انجمن کرد، گرد بدین اندرون سال کرد. خیلی میکنم بزرش میکنم زهر پیشه ور انجمن گرد کرد، بدین اندرون سال پنجاه خرد. خرد رو اینجا خرد میکنی. گروهی که کاتوزیان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش، جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جایگه کرد کوه. شماها که به دنبال راز رمز هستی هستین و پرستندگان دانش و راه و پرستندگان مینوی هستید، جاتون میون ماها نیست، برید تو کوه، برید و آزادانه زندگی کنید و از طرف ما هم به هر حال حتما بهتون ساز و برگی میرسه و اونجا خودتون بکارید و بدروید و بخورید و از تو از سوال اگه داشتیم میام از تو میکنیم. خب این اون چیزی که امروز این نابخردان دارن برعکسشو به ما میگن، میگن جدایی دین از دولت، حتی از سیاست هم نه، از جامعه هم نه، از اقتصاد هم نه، جدای دین از دولت. مثلا تو دولت زیاد چیز نکنن، ولی تو سیاست میتونن، تو اقتصاد میتونن، میتونن اقتصاد رو بگیرن و بعد همه سیاست متاره ابله رو بخرن، مثل با تمام غرب، امریکا، اروپا، انگلیس. خب میبینین توته امروز رو ببینید، راهش چی بود؟ راهش این بود که از جو پیش از پیشا پیش دید این که امکان هم چیزی هست که اینایی که دنبال راز رمزن ممکن مفتخور از کار در بیان. خب ببین دنبال راز رمزتون، ولی از همه چیز جدا بود، حتی از گروه، حتی از جامعه، حتی از اقتصاد، از سیاست و دولتی. خب به جای خود داره، دولتی اصلا غلط کردنش به اینها نمیگه، یعنی باید به دنبال جهان دیگر باشن، نه کارای این جهانی. به قول معروف هلو بیدارشیم. پس ببینیم اینا برنامه‌شون چیه امروز برای ما. جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جاگه کرد کوه، بدان تا پرست تا بدان تا تا پرستش بود کارشان، توان پیش روشن جهاندارشان. بله برید جهاندار پشت و پناهشون، بله جهاندار پشت و پناه مینوی، در راه مینوی ببین میتونن که دستاوردی داشتی بیاد و جامعه بدین، که جامعه در این حال که اقتصادشو میسازه راه مینویرم از شما سوالی داره میکنه، خودش هم بهتر میدونه که راه مینوی چیست. آره میدونه. صفی بردگر دست بنشاندن، همی نام نیساریان خواندند. خب پس یه گروه دیگری از مردمان که تخصص دیگر داشتن، تخصصشون چی بود؟ کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند، که از ایشان بود تخت شاهی به پای، و از ایشان بود نام مردی به جای. خب گروهی که در رزم و رزم افسار برگیری و رزم چیه واردن، برید از اینا دفاع کنید.
اونجا گفت که موقعی که اون چیزها رو ساخت، اون رزم افزارها رو ساخت، داد دست اینها. اینجا دوباره داره همونا رو میگه. نسودی صدیگر گره را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. اصلا نسودی فایده نداره که ما اون دیگری رو بگیم، اون سومی رو بگیم. کسی نیست که اینها رو نشناس و به اینها سپاس نداره. کیان اینا؟ بکارند و برزند و خود بدروند، به داه خورش سرزنش نشنوند. دانشمندانی که با ستاره شناسی، جهان شناسی چه کار میکنن؟ دارن کشاورزی میکنن، فصل ها رو شناختن، تاریخ رو، گاه شماری رو شناختن، همون چیزی که کدام روز بهش میگن تقویم، گاه شماری رو شناختن، گردش هستی ستارگان و کهکشان ها رو شناختن، میدونن کی چه روزی چه اتفاقاتی میفته، کنش ها و واکنش ها و کشش های هستی رو میشناسن. و بکارند و ورزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش نشنوند. ز فرمان سرازاده خود جنده پوش، توی مزارعشون دارن کار میکنن، چی لازم نیست که شیک و پیک بپوشن و لباس رزم یا لباس قول معروف خوشگل و تلایی بپوشن. هر چی که بخوان میپوشن، ولی از فرمان سرازادن، کسی بهشون فرمان نمیده، چون خودشون فرمان روای هستین، خودشون دارن تولید میکنن. ز فرمان، جایی که داریم بهتون به دوستان گفتیم مردم سالاری یا کدام سوسیالیسم عقب‌مانده نو غربی، اینجا ببینید سوسیالیسم واقعی چی یا مردم سالاری واقعی چیست. ز فرمان سرازاده خود جند پوش، ز آواز بیغاره آسود گوش. هیچ بیغاره ای، هیچ یاوگوی نمیتون بهش هیچ چیز بگه، هر تازی که بیاد رد شه، هر کس که میخواد باشه. براسوده از داور و گفتگوی، تنازاد و آباد گیتی بدوی. دیگه چی میخوای؟ براسوده از داور و گفتگوی، این گفته رو سیاست رو بکش و بکوش و جنگ با این تازی و اون تازی و این کشور و اون کشور رو، نمیدونم خزانه رو برای مردم مدد نگه داشتن و کنم، مشکلات از این مشکلات، از این مشکلات روزمره ابلهانه بدورن. این مشکلاتی که ما به خاطر اینکه تازی در جهان وجود داشته و دروج و پستی و اهریمنی وجود داشته، سیاست تبدیل به زشتی شده. بگن نه، سیاست فشرده اقتصاد، اقتصاد موقعی که بر پایه آزادگی باشه به ازشتی بیرون میاد و تبدیل میشه به برنامه ریزی به جای سیاسی و دروغویی و زشتی و کلک زنن. پس گروه اول در این بخش بندی دوران جمشیدی، بله، کاتوزیان هستن که مینویان هستن، بله، و در کوها جای دارن. دومی مستاریان هستن که پهلوانان و رزم‌آوران هستن، و سوم دهقانان و کشاورزان که خود دانشمند و گاه ستاره شناس و گاه شناس. خیلی خوب. چهارمین کیه؟ خب حالا البته یه خطی هست، براسوده از داور و گفتگوی، تنازاد و آباد گیتی به دوی. چه گفتن سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بند کرد. چون کار رو بلدن، میان کاهلیه که آزاده رو بند میکنه و ممکنه ازش حتی یک تازی بسازه. پس چون ما تولید داریم، تولید آریایی داریم، تولید آزاد داریم، روی پای خودمونیم، شاه خودمونیم، توانمندی داریم، ما چیه؟ ما آریایی هستیم، نه تازی صفت. تازی صفت از چی میاد؟ از ناتوانی و زشتی و رشک و پستی و به سرا اینها میاد که اقوام زیادی در دنیا تازی صفتی رو انتخاب کردن، راهش کردن، جهان رو گرفتن تازی، که آخر کارشون رو باز گفتیم اینو بارها. خب چهارم که خوانند اهنو خوشی، همون دست ورزان بر سرکشی. پس دست دوم تکنولوژیست هاست یا دست ورزان یا سازنده های ابزار هستی، ابزار تولیدی. کجا کارشان هم گنان پیشه بود، روانشان همیشه پر از اندیشه بود، مرتب کلشون باید کار میکرد که چطور یک ابزار نو برای بشر بسازیم. بدین اندرون سال 50 نیز، بخورد و ببخشید بسیار چیز. این دوران جمشیدیه داره میگه، شروع جمشیدیه که داره هر 50 سال این دوران رو تقسیم کرده، 50 50 سال رسید تا اینجا به 200 سال.
پس این دوران های جمشید، یه جمشید نیست، دوران جمشیدی با جمشید اول شروع میشه از فرزند تخمورس. اتوانه جمشید جمشیدی یک دو سه چهار برید تا زمانی که بشه نزدیک 700 سال. در واقع برادر تخمورس بوده جمشید. خب با پوزش برادرش بوده. خیلی خوب، چه بهتر فرق نمی‌کنه. از متون پهلوی. بله، از متون پهلوی. ببینید هر کسی که تواناییشو داره، نه اینکه لزوما برادرش یا فرزندش باشه، اگر اون نبود مثل بعد از کوروش، چون فرزندانش و اینها به اون فرکیانی نرسیده بودن، داریوش شد. هر کسی که اون فر رو داره، گزیده خشت را باشه، گزیده خشت دلاور باشه. آفرین بر شما. پس شاهنشاهی چیز نیست، چی میگن، موروسی نیست، آن ابرای ابلهانی که اینقدر هنوز کودکن. خب پس بدین اندرون سال 50 نیز در 50 این سال 50 سال بخورد و ببخشید بسیار چیز، از این هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بگزید و بنمود راه. پس هر راهی راه دیگر رو باز میکرد برای پیشرفت، برای فراپرویش، برای رسیدن به مرحله بالاتری از شهریت و تولید. اینجا شهریت و تولید فراموش نکنید. مردمان جمع میشن در یک سیستم پیچیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، یک تولید انسانی به وجود آوردن. این فرق میکنه با شهرهای امروزی. شهر که میگیم یاد شهرهای امروزی نیفتیم. این شهرها بیغولهان، که به قول مارکز، اگه اشتباه نکنم مارکز بود که میگه آسمان نیویورک بر قلب انسان خنجر میزند، آسمانش. حالا چه برسه به خوده. خب این سخنانی که الان اینجا داره بخش بندی دارم جمشیدی رو میگه، در واقع ما داریم نخستین سارتراپ های گستره آریایی، آریاوارتا رو داریم اینجا برمیشماریم و چگونگی پایگذاری شدنشون رو. دقیقا مثل شهرهای مثل سیالک، جیروفت، بره هند، میان رودان، اور، که 6 تا 8000 سال پیش از میلاد نیست، متخفات یهودیا رو باور نکنید که میرسه به همون درد. و فرق نمیکنه، فرقش از این نظری که اینها توطئه دارن که سالار جا به جا میکنن. گفتیم بهتون چرا، چه توطئه، چه جریان چیه. جریان حمله آدمخوران سومری به میان رودان است، جریان اون موسای کثیف و بدبخت دروغینشون، و جریانات خیلی پیچیده ایه که بعد به جاهای خیلی ناجور میرسن که این سالار رو جا به جا میکنن. در چه سالای دقیقو بدونید تا بعد بدونید که این توطئه چیست که اینها این کارا رو میکنن. دقیقاً ما الان داریم از سال 11600 حدوداً سخن میگیم پیش، سال جمشیدی 11300 سال پیش. بله، گفتیم از کیومرس که 12345 سال پیش بود تا جمشید نزدیک 1000 سال طول کشید. خب بس از آن پس که اینها شد آراسته، شهنشاه با دانش و خواسته، کسی دانش این که خواست، با دانشه و خواسته مردمه، تا زمانی خواسته مردمه سر جاش، موقعی که نیستش دیگه فرقی نداره، یا کسی مثل خواسته برگزیده. پس این جناب، این جناب خیلی حوض میخوام، این فر آریایی، این آقای جمشیده که جمشید چهارم احتمالا باید باشه، میگه که چه کار میکنه. میگه از آن پس میگه بفرمود دیوان ناپاک را، یعنی یک گروه دیگه هم درست، میگه تقسیم کار دیگه هم در اینجا انجام میشه. دیوان انجام میکنه. چرا؟ چون دیوان در اون زمان احتمالا ما حمله کرده بودن بعد از نزدیک 200 سال که دوران جمشیدی چیز شده بود، اینا دوباره به صرافت افتاده بودن و در بندشون کرده بودیم ما. و یادتون باشه که تحمورس اون ران رو در بند کرده بود. خب مثل اینکه بنده رو پاره کردن و افسار رو پاره کردن و ریخته بودن میون مردم. چه کار میکنه جمشید چهارم؟ بفرمود دیوان ناپاک را به آب اندر آمیختن خاک را. برید شما آب بریزید تو خاک. هر آنچه از گل آمد چو بشناختند، سبخش را کالبد ساختند. بعد این آب ریختید تو خاک، گل میسازین، بعد قالب میگیرین، خش ساخته میشه. به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد. گچ هم فراموش نکنید که جیپسم نیست، ساروجه، یعنی سیمان امروز که آهک ما آموخته بودیم که پس
سنگ سفت آهک رو اگر حرارتش بدیم پودر میشه به خاطر اینکه اون چیزش رو از دست میده، یکی از المنتاش رو از دست میده، به صورت گاز بیرون میره. و بعد اگر ما دوباره آب رو اضافه کنیم اون المنت رو از آب میگیره و بعد از یه مدتی تبدیل به سم، همون سنگ میشه که سیمان امروزه که ما میگفتیم ساروج، یعنی آهک و سنگ که با هم قاطی میشه که اینقدر محکم بوده که مثل خب مثل یه دیوار یک تیکه سنگی میشده. به سنگ و به گچ که همون ساروج باشه، نه اون گچی که روی دیوار هست، جیپسوم نه، دیو دیوار کرد. نخست از برش هندسی کار کرد. اولین بار برش هندسی رو یادشون دادیم، اولین بار برش هندسی رو یاد گرفتن. شما توجه بکن خود واژه مهندس که یک طراح و یک به اصطلاح دستورز هر گونه پدیده ای رو هست، مهندس. از هندسی. هندسی این بله سیستم ایران، سیستم ایران بله. پس نخواست از برش هندسی کار کرد، چو گرمابه و کاخهای بلند. پس تمیزی رو ببینید، گرمابه و کاخ با هم ساخته میشه. چو ایوان که باشد پناه از گزند، یا خانه ها که از گزند انسان پناه از گزا باد باران و حیوان وحشی احتمالا از گد در گزنده. چه ایوان ها، چه گرمابه ها، چه کاخ ها، ز خاراب گهر جست یک روزگار. همی کرد زو روشنی خواستار، به چنگ آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. پس از اون از خارا گوهر یعنی سنگ خارا یک روزگاری جست که از اون روشنی خواستار شد، از سنگ روشنی بیرون بیاورد. از سنگ بستنجی تونست استخراج کدام کد استخراج معدن یا درآوردن سنگ های گوهرگونه از میان سنگ خارا، چون چند گونه گوهر، یاقوت و بیجاده و سیم و زر. و سیم و زر، سیم و زر هم یعنی با ذوب میشده، یعنی سیستم پیچیده تری از ذوب آهن. دقیقاً تاریخ دوستان، دقیقاً تاریخ و دیرین شناسی داستان نیست، این افسانه نیست، این ابله مزخرفات، این یهودی های و بهایی های ابله دروغگوی دسیسه باز که اومدن همه کتاب‌ها رو دزدیدن. آره، و همشون شدن یا به قول معروف چیز شناس و شاهنامه شناس و ایران شناس و ریختن تو اینترنت مثل یه مش آشغال و اینها میخوان دوباره این از همون زمانهای پور داوود و گذشتون همه رو مناپلی کرده بود. من این نفتی که اینجا میخواستم بگم، پس دیدیم که ساختمان اساسی از دوران جمشیدی به اون صورت گسترده و پیچیده و زیبای هندسیش که بیان میکنه شروعش به یعنی آغازینش که پیشتر بوده، گسترش پیده کرد. و اینکه زیگورت ها دیگه نگه از سومری ها اومده 5000 سال پیش، ما داریم اینجا سخن از 11000 سال پیشه. اون زیگورت هایی هم که نسبت میدن به سومری هایی که به میان رودان ایران حمله کردن که 5000 سال پیش باشه، زیگورت های ایرانیان رو در میان رودان خراب کردن و بر خرابه های بله. اون ساختن که الان زیر زیگورت های ساخته شده تمام خرابه های تولید آریایی و زیگورت های آریایی و قصر های آریایی و چرخ ها و نوشتار های که زیر این کثافات سومر، پدران به اصطلاح تازیان، پدران جودا و با همه آشغال های قابل آشغال، اون زیری که امروز داره در میاد و این ابلهان رو به چکنم انداخته که این توته چند هزار سالشون داره برباد میره. خب پس به چنگ آمد از چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر، زخارا به افسون بروم ناورید. خب من میخوام بیشتر از حالا یک ساعت نشه، میخوام کوتاهش کنم بعدی برها درست جلو میرم تا اونجا که میتونم. زخارا به افسون برون آورید، شد آراسته بندها را کرید. پس از سنگ خارا به افسون، افسون اینجا داره اون سیستم پیچیده سیستماتیک ذوب شیمیاگری روانسازی سنگ که از درونش سیم و زر و گوهرهای دیگه رو بیرون آورده. پس افسون اینجا چیز نیست، حجی مجی لا ترجی نیست، چی میشونیم هوکس پوکس نیست. زخارا به افسون برون آورید، شد آراسته بندها را کلید. تمام بندهای بشر
مشکل باز شد. یعنی پایه های پردیس دیگر بوی های خوش آورد باز، که دارند مردم به بویش نیاز. که اون چیزی که امروز بهش میگن آروما تراپی، یعنی بعضی از مرضها رو که با آروما معالجه میشه. چو بان و چو کافور و چو مشک ناب، چو عود و چو انبر، چو روشن گلاب. پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند. به ما اینکه چگونه انسان میتونه گزند ببینه یاد دادن که انسان از او پریونت کنه، پریونتیو مدیسین، پیشگیری پزشکی پیشگیرانه، که تازه امروز خیلی ها در آرزوشن. خب کمپانی های به اصطلاح آدم خوری اولیگارشی مالی و غیره نمیگذارن. که گفتیم مالی چی ها هستن، مالی چه آشکال های تاریخی نه هستن. پزشکی و درمان هر دردمند، اون چیزی که در هیچ کشور دنیا نه، خب در بعضی کشور ممکنه، در همین آمریکا مردم گرسنه و بی پزشک و مریض در خیابان ها افتادن. پزشکی و درمان هر دردمند رو ما 11000 سال پیش پایه‌گذاری کردیم، و پریونتیو مدیسین و پیشگیرانه مدیسین یا پزشکی پیشگیرانه. در تندرستی و راه تندرستی و راه گزند. ها نیز کرد آشکار، جهان را نیامد چون او خواستار. گذر کرد از آن پس به کشتی براب، ز کشور به کشور برآمد شتاب. یعنی ما از راه های آب تونستیم که جهان کوچیک بشه و هم وصل بشه. پس این چیز به قول معروف دنیای کوچیکی که امروز ده جهانی که صحبت میکنن ازش، بس چگونه جهان به هم وصل شد. اون چیزی که امروز زشتی به هم وصل شده و دهکده جهانی درست شده، آن روز راستی، تندرستی، بویهای خوش، راه تقسیم کار، تولید سیستماتیک به شکل آریایی، درست برعکس اون چیزی که امروز سیستم استثمار انسان از انسانه، در جهان پایه‌گذاری و راه افتاد. استخراج زر و سیم پیچیده تر است از آهن. بله، بسیار پیچیده تر، چون کاتالیزور میخواد، آهن فقط حرارت بسیار بالا میخواد. چنین شد، چنین سال پنجه بورزید نیز. پس یک سال پنجاه دیگر باز گذشت. این پنجاه ها هم جدا رو میگذره. ندید از هنر برخرد بسته چیز، هنر و خرد، اونایی که میگن هنر، هنر نزد ایرانیان نیست، نه همه دنیا هنر دارن، همه خوبن، خوبه، تازی خوبه، بهای خوبه، جاسوس خوبه، بیشرف خوبه، جهود خوبه، عرب خوبه، ملا خوبه، همه خوبن، اوه همه راضی، همه راسیست نشین. خب اونا خوبن، برای عمهشون خوبن، برن توی خونه های کثیف خودشون، در چرا به راه آزادی و آریایی رو امروز بستن بر بشر. ننجه اونایی که دنبال این دشمنانم برن دنبال هم اونا، اینقدر وسط ما تبلیغ آدم خوران اینها رو نکنن. ایبا اگه شما بشی رئیس همه رو میکشید، خاک بر سر موشتون بیچارهای بدبخت. اون چیزی که از ذهن خودشون هست فرافکنی میکنن. من پوزش میخوام میان شعر فردوسی نباید چکامی فردوسی نباید برحال. چون این سال پنجه بوزی نیز، ندید از هنر برخرد بسته چیز. پس هنر نزد ایرانیان بس، دلایلشو داریم باز میکنیم. ما کدایی رو که از تمام بزرگان کدان کد تاریخ نویس غرب بودیم، چرا هنر نزد ایرانیان بس، چرا دانش نزد هنر ایرانیان بس، چرا دانش هنر همیشه از شرق هند و ایران، یعنی آریا وارتا، یعنی گستره آریایی، غرب رفته، و چرا نمیدونم حتی به قول معروف موزرد عقب مونده اروپایی که به خودشون میگفتن چیز چی؟ اون چیزی بود وحشی به اصطلاح بربریان، چرا امروز ادعای آریایی میکنه؟ آلمانی میگه ما آریایی هم، اروپایی میگه ما آریایی هم، چرا؟ چون این
چیزی بوده که میشنیدن میومده از پایگاه هنر، از پایگاه دانش، از پایگاه راستی، از ویسو ده بست که غرب که می اومده تبدیل به مزخرف و وحشت و اسطوره و افسانه و مذهب و اینها می شده برای استثمار انسان، در خدمت استثمار انسان می شده چون سیستم فکریشون همین بوده، سیستم اهریمنی یا استثمار انسان از انسان یا تازیگری. پس ندید از هنر برخرد بسته چیز، همان کردنی ها چو آمد پدید بگیتی جز از خیشتن را ندید. این قسمت شاید مال دوران برگشتن جمشید از فر ایزدی، از اون چرا از دوران جمشیدی برداشته شد و ضحاک یا تازیان حاکم شدن در یک هزاره بعد. اینجا شاید این چکامه مالی خود پایین تر باشه، ولی شاید پایه های فردوسی در اینجا پایه های خودبینی رو در بخشی از جامعه که معمولا به وسیله یهودیان اون زمان، اسمشون یهودی نبوده، اسمشون متوفیان ها و تازی ها بودن، می اومدن و کاسلیسی و چاپلوسی و زشتی و پستی و خاکبرسری و پاریسی رو چیز می کردن تا اگر کوچکترین خدشه در یکی از این شاهان دوران جمشیدی هست یا رهبران دوران اینا نفوذ کنن و از اون طریق بتونن چکار کنن، اون رو تبدیلش کنن به یک خودبین و همونجا بر اون کشور تمومه و اینا این خائنان یا این جاسوسان میتونن کودتا بکنن و به دست بگیرن. به داستان کثیف پوریم در تورات مراجعه کنید، چطور یه فاحشه به اصطلاح چیز رو مروغن مالی کردن، اسمش آوردن و اسمش ایشتار بود استر کردن، یا از حدثه به ایشتار به استر، و بعد به اصطلاح تونستن با الکل زن کدان کد یکی از شاههای ما رو بچیز کنن که داستان مزخرفیست، ولی خب توته برنامه که چگونه میتونید این کار رو بکنید به ایرانیان، چگونه میتونید کشورشون رو کودتا بکنید، که خب این کودتای 28 مرداد هم همین بود، فاحشه‌های شهرنو بودن و جاکش‌هاشون بودن و که گفتیم علی دوغی ها و حسین جگرکی ها و آقای باهوش شعبان بیمخا بودن. خب البته با پوی پول اسرائیلی ها در اصل، با پویی که از طرف سیاهی بهشون داده شد. خب حالا بگذاریم. پس چون کارهای وی به جای آمدن، چون کارهای وی آمد به جای، ز جای مهی برتر آورد پای. جای مهی بزرگترین جاست، یا مهی یا مهی بزرگترین جاست، جای بالا. به فر کیانی یکی تخت ساز. اینجا دیگه وارد راز رمز میشه که ما دقیق نمیتونیم بگیم که چگونه انسان از زمین بلند شده، حالا یا با کایت هایی که مثلا امروز میبینید، یا با تخت هایی که با باد کار میکرده و باد اونا رو میتونست بلند کنه از زمین، یا به هر ترتیبی که بوده. شاید اولین اتمت هایی برای بلند شدن از زمین هواپیما بوده. بله، هواپیما غرغر کننده امروز نه، که مثلا آتش از این ورش بره از اون ورش در بیاد اینا، ولی استفاده از نیروهای فیزیکی خود زمین. به فر کیانی یکی تخت ساز. اینجا دیگه واقعا وارد یه حالت بسیار راز و رمز میشه که بسیار زیباست. چه مایه بدو گوهر اندر نساخت، یعنی اون راه گوهر، اون اینجا گوهر به معنای اون المنت های هستی یا عنصر ها نیست، گوهر این راز و رمز و این هنری که داره ازش صحبت میگه. ندید از هنر برخرد بسته چیز اندر نساخت، یعنی چقدر این سیستم زیبایی بوده، گوهرفشانی بوده که تونستی همچی کاری بکنه. چه اندیشه بلندی بوده و چه تکنولوژی پیشرفته‌ای بوده. نگم منظورم مثلا الکترونیک و نمیدونم بنزین وارد بشه، جرقه بزنه بسوزه، ترق ترق هیچی بیچرخ، مزخرفات نه، اینطور ایرودینامیک بوده، یا سیستم بوده. چو خواستی برای ما نمیخوام همون چیزی که اینجا هست میخوام بگیم، نمیخوام زیاد بکنیم که چی بوده. به هر حال برای با تکنولوژی که با درکی که امروز داریم، استفاده از نیروهای که در خود زمین وجود داشته، نه موتوری. که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی.
احتمالاً اینجا دیو و برداشتی نیرویی که اون خرزورای تازی که در خدمت کار بودن که از تازیگری و زشتی و تجاوز دست بردارن میکشیدن و این بلند میشده، باد زیرش میزده، مثلا مثل همین کایت های امروز. زهامون به گردون برافراشتی، از زمین به گردون به بالا برافراشت، چو خورشید تابان میان هوا. موقعی که از پایین نگاه میکردن مثل خورشید میان هوا بوده. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت اوی، از آن بر شده فره بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. یه دی از شام شناسان میگن اون روز نوروزه، به هر حال بگم اشکال نداره، ولی اینجا داره میگه که در چنین روزی که انسان از زمین بلند شد، به جمشید بر گوهر افشاندند، نه اینکه مثلا جواهر به پاش ریختن. هر چه گوهر هستی بود افشان او شد، مران روز را روز یک نو، روز نویه برای ما که از زمین بلند شدیم. ولی ظاهرا در همون دوران نوروز بوده، چون خط بعد فردوسی میره میگه سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج تن دل زکین. به نوروز نوشاه گیتی فروز، بران تخت بنشست فیروز روز. هرمز روز یعنی روز نخست ماه، روز نخست ماه فرورده میشه، هرمزد یا هرمز یا اهورامزد است. بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. ده. اینجا نوروز. چنین سال 300 رفت، 300 همی رفت کار. این هم یه 300 اضافه که باز دوران جمشیده. چون این سال 300 همی رفت کار. 300 سال در بزرگی، پردیس، تکنولوژی، تقسیم کار، تولید آریایی، راستی، شادی، که نتیجه همونها شادیست، یعنی در گرزدمان، یعنی در پردیس، یعنی در نیروانا، یک واژه دیگر آریایی که در زبان هندیه. بزرگان به شادی برا براراستن، می و رود و رامشگران خواستند. اینجا ما میخوایم بگیم نیروانا یا پردیس یا گرزمان یا تقسیم کار و مردم سالاری، فرقش با اون سیستم به اصطلاح سوسیالیسم غربی یا سوسیالیسم خیاری مثل نوع یوتوپیاییش یا مدینه فاضلگیش، فاصله زمین تا آسمان است. بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. خب پس خیلی خوب، من رفتم بالا دوباره. چون این سال 300 همی رفت کار، ندیدند مرگ اندر آن روزگار. نیارست کس کرد بیکاری. زمانی که انسان در پردیس زندگی میکنه مرگ نیست، چون هر انسانی به اون درجه بالای توانایی یا فرش، فر ایزدی درونش و بیرون یکی میشه و این مرگ نیست، چون انسان چیه؟ اون انسان جاودانه است. الان دارن شما رو کمک میکنن، همون آدمای اون دوران خیلی دارن کمکتون میکنن که شما انسان های اون دوران که شما نامید نشید، به تسلیم نشید، تازی صفت نشید، به جرگی اونها در نیاید، به کاسلیسی اونها در نیاید و اونها رو بزرگ ندارید، برای اینکه خارترین خاران این تازی صفتان هم شما به اونها نرین. اونها دارن کمکتون میکنن، یا تو مشغول گوش کنید به اون. ندیدن مرگن در آن روزگار، و هم اون دوران رو طوری بود که دیگه نباید به سر می اومد، چون دوران دورانیه که باید روی زمین حاکم بود تا زمانی که وجود داشت، تا زمانی که انسان میتونست از زمین هم آزاد بشه، از تن خود هم آزاد بشه، تبدیل به انرژی بشه یا هرچی به زمان و مکان بپیونده. ولی
اتفاقی که میفته حالا نشون میدیم که چرا در این چند 7-8 هزار این رو میخوام بیش از یک ساعت نشه امشب، بعد ادامه میدیم. خب، ندیدن مرگ اندر روزگار، نیار است کس از میان مردمان رخت بربسته بود، برای اینکه دیگه اجنبی در میان ما نفوذ نداشت. ما دیوان رو بسته بودیم. امروز دیوان همه با وسط ما میگن ما چقدر بدیم، ما چقدر کثیفیم، ما چقدر خاک تو سریم، این خاک ناسپاس. اینا همون کثافات اجنبی هن که دارن شما رو به کاهلی و نیرو از شما جذب میکنن به این شکل زشتش که شما ضعیف بشید و اینا دوباره یه حکومت دیگه فردا بعد جمهوری اسلامی که آوردن یه آشغال دیگه بیاره. پس مواظب باشید که اینا کیان، خود زنا کیان، نه که میگن از ماست که بر ماست و ما خرد داشتیم. اینها چه آشغال هایی هست؟ اینا همون های جمهوری اسلامی آوردن، همون های کودتا میکنن، همون های که تاتارها و قاجارها و اعراب و توران اجنبی و اسکندر براتون آوردن. دیگه گول نخورید، روز آخرشونه. نیار است که کس کرد بیکاره ای کارهای بیهوده، نبا دردمندی و بیماری. دردمندی و بیماری از زمین رخت بربست. اگه فهم میکنی اینا امکان نداره، دوباره خوب فکر کنید تا متوجه بشید که این چیزی که امروز هست زشته و امکان نداشت، ولی یه جوری امکان پذیرش کردن، چون خراب کردن ساده است. زنج و بدی نبود، برای اینکه ما تازی رو بسته بودیم. میان بسته دیوان به سان رهی. من سرعتمون یه ذره کم شد که البته ممکن یه لحظه قطع شدیم، ولی احتمالاً صدامون هنوز خوبه. پس چرا؟ چون میان بسته دیوان به سان رهی، یعنی این دیوان و آدم خورانی که امروز برن میون مردمان ما و ما رو سرکوب میکنن و جانم. بله بله دکتر زن، من خواستین دکتر زن خب نه یه لحظه قطع شد. بله دکتر زن. بله بله صدا بله بله صدا درسته کدوان؟ ولی من موبایلم یه دفعه قطع شد، من با موبایل داشتم گوش میدادم یه بار قطع شد، ولی الان داره پخش میشه دکتر زن. صدا درسته، بفرمایید دکتر. درود بر شما. من یه مقدار اینترنت کانکشن پرابلم، there is a problem with it. بله منم شد، بله منم شد. بله بله این تازیان حمله کردن. بله خب من ادامه میدم، الان تمام میشه کدوان. بفرمایید. رو تو راه آورده بودیم و کمر بسته بودند که کارهای زشت انجام ندن. یکی تخت پرمایه کرده به پای، یکی تخت پرمایه کرده به پای، برو بر نشسته جهان کت خدای. نشسته بران تخت جمشید کی، به چنگندرون خسروی جام می. ببین چه دورانیست. مران جام می، مران تخت را دیو برداشته، زهامون به ابرندر افراشته. برافراز تخت سپه بود زده، سراسر زمرغان همه صف زده. به فرمانش مردم نهاده دو گوش، زرامش جهان پر ز آوای نوش. چون این تا برآمد بر این سالیان، همی تافت از شاه فرکیان. در این سالها از شاهی که ما گذاشتیم سر کار، شاه احتمالاً 10-12 که زمان جمشیدی، از اونها فرکیانی هنوز میتافته. میرسیم در هفته آینده فرکیانی چطور از انسان میتونه برگرده و چطور اجنبی میتونه با نفوذش در درون شما
شما رو به چاه اهریمنی بندازه.